سلام دوستان، امیدوارم حالتون خوب باشه. در خدمتتون هستم با یه خلاصه خیلی سریع از بازار امروز 29 اکتبر پنجشنبه. خیلی سریع بریم سراغ در واقع چارت هامون. خیلی خبر خاصی نیست، خیلی صحبت خاصی نداریم نسبت به دیشب. تنها فرق خیلی بزرگی که امروز در واقع با تمامی روزهای قبل داره شکسته شدن این خط قرمز رنگ، این ترند لاین قرمز رنگ روی دلار هست که ما گفتیم بعد از اینکه این ترند لاین شکسته شد و همزمان شد با خروج ما از این چنل این داخل، از این کانال این داخل، گفتیم که خب دیگه الان ما در واقع گاردمون نسبت به دلار رو به شکل در واقع مثبت تغییر میدیم. از الان سعی میکنیم دنبال در واقع موقعیت هایی برای لانگ کردن دلار بگردیم. به طور خاص توی هفته دیگه دوشنبه بیشتر بررسی خواهیم کرد که دقیقاً چه موقعیت هایی پیدا میشه. S&P 500 کماکان در واقع منفی بود، کماکان در حال بازی کردن این پایین بود. نزدک تا حد خوبی پایین اومد. علتش اینجا من علتش رو دارم. علتش این بود که خب به هر حال در واقع ارنینگاشون اعلام کردن شرکت های بزرگ، توییتر، فیسبوک، آمازون، اپل، و اغلبشون کمتر از در واقع پیش بینی ها ظاهر شدن. اپل فروشش توی چین 29% افت داشته، توییتر کمتر از اونی که انتظار داشت تونست در واقع یوزر جدید جذب کنه، و آمازون و فیسبوک هم با توجه با وجود اینکه کمی وضعیتشون بهتر از پیشبینی ها بود، اما کماکان همراه با بقیه در واقع تک سکتر سقوط داشتن. این چارت 3 دقیقه فیوچرهای نزدک هستش. از بازار بورس که بگذریم به طلا که برسیم، طلا کماکان داره خودش رو این پایین نگه میداره. ما اون در واقع لاین این دسندمون، اون خطی که از اونجا به بعد پاسچرمون رو تغییر میدیم، 1850 خواهد بود. فعلا برگشته همون 1875 داریم ترید میکنیم. ببینیم که این حرکت رو به پایین ادامه داره یا نه، کی تموم خواهد شد این نگرانی ما از طلا، وقتی که برگردیم دوباره بالا این ترند لاین سبز رنگ. نقره وضعیت مشابهی رو داره، درگیر این ترند لاین سبز رنگی که دیروز کشیدیم با هم. اگر این در واقع تست کردن شکست بخوره، حرکت به سمت پایین آغاز بشه، یک حرکت بسیار بسیار بزرگ میتونه باشه برای نقره. اما در طولانی مدت چون مثبت هست، چون فاندامنتال ها دارن به ما میگن که حرکت نقره و فلزات با ارزش به سمت بالا هست، از شورت کردن در واقع نقره و طلا دوری میکنیم. بیت کوین رو داریم. بیت کوین کماکان داره استراکچر در واقع بولیشش رو حفظ کرده. کماکان توی قسمت بالایی این پرچم، قسمت بالایی این چنل داره حرکت میکنه، 13500 خورده ای هست. ببینیم در طی آخر هفته چه اتفاقی میفته. حرکت های بزرگ اخیر توی آخر هفته اتفاق افتادن. ببینیم که آیا این هفته هم برای با خودش در واقع حرکت بزرگی برمقان خواهد آورد یا نه. بازار نفتی خیلی خبری نیست، حرکت پایینش رو ادامه دادن، مشغول در واقع کورکشن هستیم. باید ببینیم حرکت ادامه خواهد داشت یا خیر، وارد ترید نمیشیم. گاز طبیعی کماکان داره رد میره بالا، موفق شد لول 3 دلار رو بشکنه، 3.018 هستیم. ببینیم امروز رو میتونه بالای 3 دلار ببنده یا نه. اگر اتفاق بیفته دنبال اضافه کردن پوزیشن خواهیم گشت. دیگه سراغ در واقع اگر بازار فارکس بخوایم بریم، میگم خیلی خبر خاصی نیست، تقریبا همون اتفاقایی که دیروز داشت میافتاد ادامه پیدا کرد. دلار به ین ژاپن داره حرکتش رو به پایین ادامه میده. برای اونایی که شورت کردن این بالا خبر خوبیه. من از ترید خارج شدم چون برگشت به قیمت دوام استاپ لاسم رو زیادی آورده بودم جلو بعد از این حرکت بزرگ، و انتظار داشتم که حرکت با شدت بیشتری ادامه پیدا کنه. اما اگر وارد ترید شدین و هنوز داخل ترید هستین، آفرین بر شما. دلار استرالیا، دلار کانادا کماکان داره بازی میکنه با این ترند لاین رو به پایین. دلار استرالیا، ین ژاپن پرچمش رو خیلی بهتر شکسته و به نظر میاد که داره یک پرچم دیگه این پایین ایجاد میکنه. دلار استرالیا به دلار آمریکا اما از در واقع این ساپورت 0.7188 ریجکت شد، به خاطر قدرت گرفتن دلار آمریکا هست. ببینیم که چطور برخورد خواهد کرد. یورو به دلار استرالیا کماکان بی‌طرف هستیم، کماکان حرکت قابل توجهی نگرفتیم. ببینیم این ساپورت 50% نگه می‌داره یا نه. یورو به پوند کماکان داخل چنل، کماکان بی‌طرف. این مثلث رو امروز دیدیم توی لایو استریم با هم، ببینیم که آیا این مثلث در واقع عاقبتش به کجا خواهد رسید. من برای اینکه مثلث رو یکم بهتر ببینید، یکم تمیزترش کنم. مثلث نیمه بالایی مثلث تشکیل شده از این ترند لاینی که در واقع از 10 سپتامبر شروع شده، ترند لاین به سمت پایین. نیمه پایینی مثلث ساپورتی هست که در 0.9178 وجود داره، اگر خواستین روی چارتتون اضافه بکنید.
یورو به ین ژاپن کماکان داره میاد پایین، این در واقع ساپورت 122 ممیز 35 رو موفق شد بشکنه بیاد پایین. به نظر میاد که از مومنتوم از تکانش کاسته شده. یورو به دلار آمریکا خب از لول 1.6152 ریجکت شد، گفتیم امروز صحبت کردیم که در واقع رزیستنس خیلی مهمه 1.1755 شکسته و تست شده به سمت پایین. الان رسیدیم به ساپورت 1.6513 سر راه، این یکی ساپورت اینجا رو هم در 1.1686 رو تبدیل به رزیستنس کردیم چون پایینش بسته شدیم. ببینیم ادامه روز چی خواهد داشت برامون. پوند به دلار آمریکا رو با هم نگاه میکنیم. بزنیم پوند به دلار استرالیا رو ببینیم. پوند به دلار استرالیا بعضی که اینجا ریجکت شد از این قسمت پایین ترن لاین اومد بالا به این ترن لاین میانیمون رسید، برگشتیم سر جامون، فعلا خبری نیست. پوند به دلار آمریکا به نظر میاد داره برمیگرده تا این ساپورت و این ترن لاین ساپورتمون رو تست کنه. بازگشت برخورد به اینجا و بازگشت میتونه موقعیت جالبی باشه برای ورود به سمت پوند و به ضرر دلار استرالیا، مخصوصا اگر که در واقع دلار استراکچر بولیشش رو از دست بده. دلار نیوزیلند به دلار کانادا استاپ لاسمون توی 0.8851 کجا وارد ترید شدیم، این پایین ریسک ریوارد اگر تا اینجا برگردیم پایین 1:5 خواهد بود. آیا امکان داره که ادامه حرکت داشته باشیم؟ بله، و صبر میکنیم، تماشا میکنیم. اگر ادامه داشت تریدم رو باز میکنیم و از سود بیشترمون لذت خواهیم برد. خب دیگه صحبت خاصی نیستش امروز و امیدوارم کافی باشه، امیدوارم که استفاده کرده باشین. باز خیلی ممنون، لایک کردن و شیر کردن کانتنت های ما فراموش نشه، محتوای ما فراموش نشه. انرژی میگیریم ما با شیر کردن شما، با لایک کردن، کامنت گذاشتن شما ما انرژی بدیم تا بتونیم همین، اگر کانتنت اگر محتوامون رو دوست داریم به ما انرژی بدیم تا بتونیم که همین جوری ادامه بدیم. خیلی ممنون، شب و روزتون خوش، ترید های موفقی داشته باشیم و خدا.